که قول داده بودی برای تو بخری بخر. دارم قربون نره. از دار دسته مصطفی سیا چه خبر هستی؟ والا چند روزه که پیداشتی. من مطمئن بودم. مطمئن بودم. آمد دیگه نمیتونم. شما شما به دل احمد بنداز. اشتباهی گفتم. ولش کن بابتو بهت چره ولش کن. یاره بکنم اشتباه علکیه. چیه چیه رفا بگم. آه آه باری کلا. چیه بگید رفا. ولش کن بابا نداره. ولش کن بسه بهت چره. بابا. بچه بابا رو میکیم. بابا ببینی همه کار دسته. ولش کن ولش کن. آخه یکی نیست به ما بگه این جوجه آدمه که تو باش سر به سر میزنی. آخه تو آدمی که سر به سر میزنی. لا بابا تو که طاقت نداری بسه. به خاطر شما سرما که ما خدا میبینی از دست این همیشه همین گرفتاری داری. این پیتون والایی ده همیشه همین بسه. بچه یه خود آروم بشید. بله بابا تو اقوه مردم عزت الله خان این حروم لقمه ای که من میشناسم تا وقتی که اینجاست همین بساط. میدونم بابا میندازم. بله حالا من که همین بسه چاو چی رو بره بالا؟ بیه پایه یه گردن دارم تا ترسی کن پشو بیه پایه تا خمیره زکردم دیگه درش خیلی بهتر شده
خدا ایشالله سایشو از در عمل کم لاهی آمده تو مردا تکه بود. آره والا بخ گرمه آقای اوشتا یک کولر یک چیزی بذار مردم سرما بخورن. خنده ده قربون دستت زنده باشی. کارتی قربون تو بفرمون ده شما بفرمون سلام گرم قربون شما بفرمایی بفرمون خجالت هم میدین بخ تو منو خون بدی بیشیم بخونم بشستم چطوری زبه؟ خوبم خیلی شیم آب چای کریم از تو لخوا وظیفته آمرزا قربان دست پنجره لال از دنیا نره یه خدا آب یخ بیار ما نوشه جون کنیم در خوبا نه چه یه وجب قردشا بخ بچه آبی چونه خوش میگی بیمزه خب داشت ابرام تو این مدتی که ما نبودیم و زندون بودیم اوضاع در چهار بود ای قابل عرض که چیزی نیست چی؟ نفع بیدم چطور شو قابل عرض نیست نکنه بیترسی داشت ابرام ها کی؟ مصطفى گفتی مصطفى؟ بله مگه اون نامرد هنوز آدم نشده؟ کجای کاریده شمد؟ از وقتی شما رفتین زندون هم نمیدونه چی گرد خاکی میکنه خدا رو بنده نیسی آتشو سزنده که اون سرش نمیده مگه کسی جرأت داره بهش بگه بالای چشم دبروز؟ مگه کسی جرأت داره بهش بگه بالای چشم دبروز؟ داشتم اون از سر مهمه تنگ کرده مخصوصا مادر چیزی حالا کش میکنم مخشون بریم دعوا ما که مخت هستیم این دفعه باید بپوشیم بریم دعوا بپوش مثلا چشم خور لباس های منو که دازدن مثل بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین Thank you.
جهان خوب رمضانم که جهان خوب رمضوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست کنم افتخاره میشه آره به قول کمال مهر باشه برو لخشو باشه جونم برو لخشو زنگ بزن باشه یه هم مثال لخشو بفرم کنه تو برم چه پسری دارم بفرم برو چه پسری دارم بفرم هست میکنه آدم به خدا از این کسا جونم اوه کنه تو برم چی داره شالا باشه اوه کرد تیم آمده با آقای کرد قربونه تو چی آقای کرد آقایون محترم همه میدونید که زورخونه مقدسه و میوندار اون باید هر عیب و علتی برکنار باشه بنابراین اب بزرگترها و پیشکسوتهای محترم کسب رخصت میکنم که به احمد آقا اجازه بدن که جور این آق مصطفی ما رو بکشه بفرم احمد آقا خواهش کنم قربون شما از تمام آقایون و سروران گرامی ممنونم با اجازه پیشکسوت ها خواهش میکنم صبر کنی رسم پیشکسوتی اینه که مرد باید نشونی از مردونگی داشته باشه ولی ما هرچی نگاه میکنم نشونی از مردونگی در سیمای احمد نمیبینم بعد ما اون شونه رو بله خزنده آقا مصطفی پیشکسوت های ما ریششون رو تو این کار سفید کردم ما تو امرو نهیدیم که پیشکسوت صورت خودشو مثل زنا با هم بندازه تو رو خدا قیافشو نگاه کنی آقایون امیون خودتو یه مرد انتخاب کنی یه مرد که بیاد پیشکسوت بشه نه این جیگولو یه بیدر رو پیکر فوکولی گوشنه رو بگی پهله بون بگی ریشات شونه کن بگی چرا معطلی پهله پون؟ اگه خیلی ناراحتی بهتره تا بیشتر رسوانه شدی بزنی به چار بچه ها تو رو خود پول جمع کنیم بدهید پهله پون بر ریش رو بزن به جمال بیعی به محمد شوال بر هرچی شیطون و شیطون صفت لعنت و اشمار در جمال محمد
آزادی‌ها، خانه پاکیست، این عرص سماوات دل آدم خاکیست، بر خاک سماوات خدا پاک قدم نه، اینجا همه جا روشنی ها پاکی ها پاکیست، جانم علی یارم. بر حسود و بخیل لعنت. خدایا مرزای اسلام و شفای عاجل کرامت کن. از شر و از خطای شیطان محافظت فرما. خدایا اونایی که دنبال روی شیطان و دستیاراش هستن خودت به راه راست هدایتشون کن. جلال بی مثال شاه مردان صلوات. چرخ زنگاری
جون تو کاش که محبت جون تو کاش که جوان مردی زیون داره جوان مردی زیان داره ای دمم دو تو چه ادعایی خط میکنی همین دیگه کی واسه هست بری به خونه بقیه هست بخنده بامدم چی خونه خونه شروع اقلا شخشونه علا چونه ها نبا پام با باز باز نمیدم با کار کاری خوب گلوت نگره باز درسی رو قابل نمیدم کسی با تو لطفا با شرطون رو بفرم که میخوام باشتم شما درستم اما درستم بایی دارم این دعوه بودی که بال چه نه گرفتیم بس تو هم دیگه شما استفاده کنم بریم بفرم بره بابا چه سبا بگیرم اتا چه بالشون بگیرم نه دیگه چه بالشون بگیرم نه دیگه من خواهم شکرم بله من تو ما امیدم به خدا تو هیچ وقت نباش خسارت به هرچه و هرچی بوده دخلت برداشتن بردم به من بگو من همهش خودم میدم خودم یاده دره زنت اومده بود من مثل که من بره امام رضا بله میفرستم که تحبیل زفتن شده درکیدم به خانوم برده داشته امادم تو ماست دعا داره احمد آقا بارم امام رضا هرچی خاصی بگیده خدا از در منو زنه بگیر کم نکنه پدر این وزیفه منه نه تو در خونه من یا همه مردم این وقت بازه آخی اینه تو برم احمد تو واقعا رو دیگه به خط احله رسیم به کاشمان جایی تو برم احلا جلو با بودن چندی باشه احمد اون به این کارا درسته بالاخره احمد در مصطفی رو میکنسیم احمد خوب دیگه پدر من خدا حفظه خدا خدا حفظه عجب جب پیلی بازم شما رو ندادی اینجا بیارم ندار حالا کارتون بشه باسبی نکرده باسبی خرابه داغون از خونه بلند شو خود موش مردگی نزن خوب حق و حسابه میدید یا همین الان حلالت میدید نه نه خدا اینقدر ظلم نکن آخه من که چیزی ندارم بهت بدم با این اونو هفت سر آئله دیگه چیزی برای من نمیمونه عشقی برای من تنزیه خونه نکن یال رو کامین هم دوت باش یا بگه هم رو کامین بابا مسلمان دیگم ندارم این جیب من اینم تو نداریم یا آتاقی بارتو ها نمیمونه من امیدوارم همونطوری که حق کنه بچه من از من میگیری و پر همه ظلم میکنی خدا به تو غیب گرفتارت کنه تا همه راحت شد سلام
همون مرض بازم که سر کلاست پیدا شد. من نگفتم این تلفا پیدا نشه. بی انصاف، چرا پیدام نشه؟ دو سری تمومه که هی به من قرص میدی، میگی امروز فردا تا کی رو صبر کنم؟ همینه که هست، من روزی که علکی نی بیرونی بر میزنه. تقصیر من چیه؟ اگه نمیخوای با من عروسی کنی، پس چرا نمیذاری برم یکی رو برای خودم پیدا کنم و از شر تو راحت بشم؟ هر کسی تو رو میخواست تا بال دنبالت اومده بود. بی خودی انقدر حرف نزن، زود بزن به چار کنو بینم. در زمینم بدون تا داشت اسمال هست هیچ کس جرأت حرف زدن با تو رو نهره. برو بینم، برو محفلش نکنده، برو شهر خونه. پس تو دو ساعت تموم منو بی خودی محتل کردی؟ تو هیچ وقت منو داشتی؟ چون من چیزی ندارم که بتونی ازش استفاده کنی. من اگه میدونستم که تو اینقدر آدم فوت فطرتی هستی، هیچ وقت گول حرفایی تو رو نمیخوردم. نداری که این ناجبون مرد بودن ایبه. حرف دهنه تو بفهم، صرف دهنه گفتم بی خودی به خاطر من باز بسدی. من هر وقت دلم خواست و تصمیم گرفتم یه فکر واسد میکنم، همینی که بهت گفتم. دیگه هم بیش از این اوقات منو تلخ نکن. برو بینیم همین رسم مردونگیت همین بود. آره من میرم، ولی میدون که یه روزی پشیمون میشی. شست بالا دست بسیاره. امیدوارم همینطور که دل منو شکست نوبندم دل تو رو بشکنه. تو بان بان از دار بستریم مادا بستر کن. مادا بلندتر شداش کن. مادا بله اومدم اینجا. خیلی خوب دارم میام. الان میگه چی میگه زبل جون؟ چی میخواد؟ چی میگی زبر جون؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ بهش بگو چی میخوای؟ تو اصلا چرا صداش کردی؟ عزیزم بخواد چرا اینجا نصد خورو؟ نه دنگی، نه دونگی، نه تقی، نه توقی، نه رقصی، نه رقصی. شیطون، همیشه یه پارچه صفایی. چرا بخور؟ اگه یه خود دندون رو جگر بذاری، الان میگم سرایا بیاد غم تو دل تاب کنه. نه، قربون اون سرایا برم. بودو بهش بگو بیاد. من غم میخوام همه برم. این تاقه نداره، یه تو زودتر به قبلش نگاه نکن مادام. نصف زیر زیرینه. مادام انشالله وقتی که می زنم کردم کار
کلوفتم گردن کلوفتی اما تو دستم نزن دستم نزن یه خو میفتم یه خو میفتی نترسونی چون فاوت دم سوپر کرده مردونگی و جوان مردی معروفی اینا همه مردم میدونن میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم بگو خواهد هرچی دلت میخواد بگو منو برادر خودت فرض کن درسته که به هیچی نمیشه اعتماد کرد ولی تو هرچی که میخوای بگو اگر دست من بر اومد به امید خدا برات انجام میدم احمد آقا البته نمیتونم گذشته زندگیمو براتون تعریف کنم فقط میتونم بگم که وضع زندگی من
خیلی خرابه، هیچی ندارم و چون به جوان مردی شما ایمان داشتم پلوی شما اومدم که از شما کمک بگیرم. خواهر، یه دفعه گفتم که هر چی میخوای بگو، خودش حالا نکش. احمد آقا، من میخوام با یه جوان که مثل خودم هیچی نداره عروسی کنم. اگه ممکنه شما وسایل این عروسی رو برام فراهم کنی. بالاخره منم جوونم، آرزو دارم، تو زندگی بدبختی زیاد کشیدم و الان به شما پناه آوردم. امیدوارم که امام رضای قریب به شما عوض بده. چشم خواهر، این که چیزی نیست. اگه بیشتر از اینم چیزی میخواستی که از دست من برمیومد بکرم. خیلی متشکرم، خدا عمرتون بده. سلام. خدا خوش اومدی. خوش اومدی. شکر دوست کردی. حالا دیگه کارت به جای رسته که واسه زنها شوهر پیدا میکنی؟ فقط میخوام یه چیزی رو بهت بگم. به من میگن اسمال بی کله. منظورتو نفهمیدم. تو کی هستی؟ داییشی؟ عموشی؟ نه، من اونو نشونده بودم. سالها بود که با من بود. همه اهل محل اینو میدونن. برو جوون، برو. برو خونه منو کثیف نکن. تو مدت ها اون دختر رو فریب دادی، اونو از زندگی انداخته. این خودش به من گفت. وایستا بینم کجا؟ ممکنه بپرسم چرا بی خودی برای خودت درد سر درست میکنی؟ من هرچی فکر میکنم اگه بری به نفته. سعی نکن بی خودی با من جرگیری کنی. برو، من مخلصتم. برو قربونتم. برم؟ تو زندگی منو به هم زدی. من اون زن رو دوست داشتم، ولی تو باعث شدی که اون زن کسی دیگه ای بشه. حالا مدت هاست که من دارم انتظار میکشم تا تنها گیرت بیارم و حسابامو باید تصریح کنم. من میخوام به همه ثابت کنم که احمد چکمه هیچی نیست. تو هیچی نیستی. بالاخره هم هر طور شده میکشمت. درسته، شما میتونی یه کارو بکنی، او بیا و نکن. من چه کار بدی نکردم؟ تو اون دختره بیچاره رو فریب دادی، سالهای سال سرگردونش کردی، با هوا اینکه یه روزی باش عروسی بکنی اما نکردی. پس حالا ولش کن. حالا که به سر و سامون رسیده بذار بره زندگیشو بکنه. آخه این کارو به تو چه ربطی داره؟ حالا به من رفت پیدا کرده. من وسایل عروسی اون پسر رو فراهم کردم و تا وقتی که زندم نمیذارم کسی باعث ناراحتیشون بشه. تو هم دوم به تو بذار رو کولتو، برو پای کاره. برو بینا. ای نرم چی؟ سیبیلتو دود میدم. تعریف کنی علاکی خوش شیطون لعنت نمیذارن که
نمیذارن یه شب دست خالی بریم خونه. هرچی از جوون مردیش بگم کم گفتم. یه چیزی میگم احمد جون، یه چیزی میشنفی، خدا بیامرزدش، امیدوارم نور به قبرش بمونه. من یه چیزایی این پهلوان اکبر دیدم که اگه تعریف کنم و جفتتون شاخ در. درست خدا بیامرز همیشه میگه پهلوانی اون نیست که آدم فقط پشت حریفشو به خاک برسونه. میگه پهلوانی هزار و یک چشمه داره، هزار و یک چشمه. حواست کجاست؟ برای تو دارم میگم. به منه؟ بده من قیدونو. مردونگی و انسانیت، گذشت و صفا، دستگیری از بیچاره ها. میگفت تو دنیا همین چیزا واسه آدم میمونه. شما جوونا پهلوانای امروز بعد از زندگی اون مرد بزرگ جهان پهلوان پند بگیری. چشم پدر، مطمئن باش تا اونجا که نیرو دارم به یاری خدا کوشش میکنم مثل اون باشه. پسر تو مجبوری مثل اون بچشی. باش گم شو. نگاه کن چه صرفه گرفتش. خفه شده یه افتاده به تو اندازه قیلیون نیسی قیلیون کشیدنه چیا؟ ای کاکم بختر، مادر شما چرا زحمت کشید؟ چی دادی پاتی میابور؟ چه زحمتی مادر؟ آخه پاتی رفته نونوایی؟ مادر صد دفعه گفتم اگه کاری داری به خود ما رجوع کن. چرا این دختر رو میفرستی بیرون؟ بله آخه مادر جون، شما داشتین حرف میزدیم نه؟ داشت احمد سلام برسون بگو خیلی میخواد دیدن. چه عشق رو بخواد؟ شاکر آقا جماعتا برو خاشخاشی واسه آقا مصطفا. بالاخره روزی میاد که ما حسابی مصطفی رو برسیم. ایشالا خدا خدمتش میرسم. سر بیا وانونو بگیریم بره. بره با منو میفرسته دونی مادم اون بایدت نمیگرسم. خدا و وشاتا و فر قربون شما هر نکن. میگم که داشم هر اینجا بیا ممکنه که هر دقیقه مصطفی سیاه و لاشقارش سر برسن. یه فوچی بکنم چاره بیا بشاره بری بیرو یه سری بزنی. بارم نگفتی آقا نونو ما رو حاضر کن اومدیم. خدا شما گرد تو خواه کردی، حالا دیگه نوچه های منو میزنی. نوچه که سهل خودت هم میزنه مارد جونم. چند دفعه بهت بگم دست این کارات ورده آدم نمیشی. یه نگاه به دور و بریات بکن، همه تشنه خونه خارا سلانه
شما تو دنیا جایی تر از خودم نهیده. عجب نورده اینو. زود از جلوی چشمم گم شو. بارو گم شو. با جردم مالنه تو سیاه پوش میکنم. گم شو. باشم. باشم. با هم میرسیم. برسیم. آره. چی کار میکنیم از سلام؟ این تکزاسی های شده. کلامانو چیه؟ کلامانو چیه؟ بگی باداش. مال صاحبشه. زیبه. چه سر کار نمیدیدی چیز نمیدیدی؟ خوش آمانه. خاجش کنم. خوش آمانه. خدایا پروردگار بی همتا تموم مریضا و درماندگان شفا بده، از صدقه سر اونا برادر منم به راه راست هدایت کن. خدایا نذار آبروی ما بیشتر از این تو انظار بریزه. دخترم این دعاها بی نتیجه است. مصطفی آدم به شو نیست. این پسر روح شیطون در وجودشه. از دست کارهای زشتش رو ندارم که تو چشم مردم نگاه کنم. هر وقت از سر گذر رد میشم از خجالت سرمو پایین میندازم که چشم مردم تو چشمم نیفته. عمو جون نمیدونی زنش سر گذر چی میگفتن. داداشم تو این محل ما رو سکه یه پول کرده. زن میرزا آقای لحاف دوز دیروز یه شیپور دستش گرفته بود و داشت ما رو رسوا میکرد. میگفت مصطفی جلوی دختر میرزا احمد سقا رو گرفته، چادرش از سرش فرداشته، باقیشو دیگه گفت رو نمیشه بگم. همه میگفتن باید مردونگی رو از احمد یاد بگیره. چی میگی دخترم؟ احمد کجا و مصطفی کجا؟ برق احمد و مصطفی مثل فرشته و اهریمنه. خدایا تو رو به آب روی پنجتن یا منو مرگ بده یا برادرمو به راه راست هدایت کن. آقا سطل خواست آقا با جناب پسر خوب حالت چطوره بابا؟ چه خبر؟ چه خبر از اون کسافت ها؟ بازم مزاحم شما میشن یا نه؟ به جون شما اگه وجود احمد آقا توی این محله نبود خدا میدونه مردم چه وضعی داشتن. ولی نمیدونم چرا احمد آقا اینقدر بهش مجال میده که مردم آزاری بکنه. ناراحت نباش پسر جون، ظلم هیچ وقت پایدار نمیمونه. ظالم بالاخره به سزای عمل خودش میرسه. ولی عزت الله خان تا اون بیاد به سزای عملش برسه اهل محل همه اینجا اسباب کشی کردن و رفتن. نه تو رو خدا شما بگید آخه این که وضعش نمیشه. خدا خودش حسابش میرسه. یادت باشه اینو من الان میرم پیش احمد آقا همه غذایا رو واسش میگم تا به سلامتی یه جوری ترتیب کارشو بده. با امید خدا. درد آقا شما. لطف شما قربونه. شیرین تو متوجه نیستی من چی میگم. آخه چه جوری بهت بگم؟ تو هنوز این مردم رو نشناختی. ما به مردم چی کار داریم؟ مردم هر چی میخوان بگن بگن. تو اصلا میدونی ما با مهربونی هستی. صفا و پاکی از چشمات پیداست. اونقدر تو عشق خودت فرو رفتی که به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنی. من همونقدر که به تو فکر می کنم رو حرفای مردم و آرزوهای پدر مادرم هم فکر می کنم. اونا مردمونه پاک و متدین و خداشناسی هستن. اونا به معنای واقعی یه مسلمون هستن. منم فرزند اونا، پیرو دین اونا هستن. من وقتی راز و نیاز با خدا داشته باشم به محراب مسجد میرم و با خدای خودم حرف می زنم. به این دلیل اونا نمیتونن قبول کنن که مذهب عروسشون و مذهب پسرشون فرق داره. درسته که هدف هر دوی ما شناخت خدای یگانه است و پرستشون، ولی چطوری میشه این مسئله رو با آدم های متعصبی مثل اونا حالی کرد؟ همونی که گفتم مادام من تصمیم خودم رو گرفتم. ولی آخه جواب پدر مادر تو چی میدی؟ پدرم اگه منو دوست داشته باشه باید عروسش دوست داشته باشه. یعنی تو واقعی به خاطر من به همه چی پشت و پا بزنی؟ دیگه برای من مهم نیست دیگران چی فکر میکنن،
دیگه نمیخوام که مردای مست با چشمای حریصشون از دست تو شراب بخورم. دیگه نمیخوام مصطفی و رفقاش به خاطر تو برای مادر درد سر فراهم کنم. اگه تو حاضر باشی که ما رو زیر پر و بال خودت بگیری، من از این کار دست میکشم. فکر میکنی دل خوشی از این کار دارم؟ تا کی باید این نگاه های حریص و زخم زبونای مردم رو تحمل کنم؟ ما دوست داریم یه زندگی آرومی داشته باشیم. دوست داریم سایه یه مردی مثل تو بالای سرمون باشه. خدا بزرگ مادر، همه چی درست میشه. با عروسی من و شیرین تمام حرفا تموم میشه. ولی تنها آرزوی من اینه که عروسی تو و شیرین در کنار پدر و مادرت انجام بگیره. آره، سلاخ فلان برو. چشات نفهمیدم بچه ها، مثل که شیرین خانم اما قهر کرده. شیرین قهر کرده از ما، شیرین قهر کرده از ما، شیرین قهر کرده از ما. برین گمشین از اینجا، برین گمشین از اینجا. برو بزر شهر بخوابه. این مرد آمده ها به خاطر شما خیلی زیاده مردشو میکنه. تو کجا بیا؟ دست به یخه داره فینکل. آره ایکس بیل، حرفو که من زدم تو دیگه نزن. چون نیتتون باید
میگم چطوری هست کار بکنم بعدم نیم میدونید شوهمت جو در کار خواجت هیچ استخاره نیست بانوان راست گفت اگه برام جونم شدی رخیه جونم خجالت بکش. درسته که تو برادر زاده من هستی، اما از اخلاق و رفتار تو اصلا خوشم نمیاد. تو آبرو و حیثیت فامیل خودت رو به باد دادی. تو دیوونه ای. برو گم شو به تمرگ. برو. برو تمرگ. یالا بشینیم آقا، بشینیم. خجالتم خود چیز دیگه. کسه شیر سگ خورده؟ تو صد دارم بدونی که این خورزه به تو نیخه به همچیز تقصیر دل چون منو دومونه کرده سرعیه ها بیده اومدی اینجا چی کار کنی؟ اومد برم الهی الهی اومدم فدات بشم، فدای خاک پات بشم، فدای اون چشمت بشم، بعدش باشه ای آقا بیا تو قربونت برم خیلی پرو شد یاد خدا یه بشه نمی برد اینی میتقله بری تو سلی پرو بیا تو کیه؟ منم هستالله زبل اومده با شما کار داره. آه هستالله رو چی هستالله؟ اجازه بده من کار برم برم. خب با من چی کار داری؟ الان عرض میکنم یه ماش به من آجاز کمک کارونو برم. خجالت بکش بگو ببینم با خانم چی کار داری؟ ای داد و بیداد پک یادم رفت. تشریف بیارن گوشتونو بیارن مشتم شو بیارن من فهمیده تو در عاشقی بسوزه به خدا همش تقصیر این سرایی هست نمیدونه آدم حواسش جمع باشه. من رفتم شیر خانم داده داره مطمئن باش همین شدی بلاخره میپرسم همین خیال باش سن رو بده آش بیا بریم مثل تو بالا سرم باشه مگه دوست داشتن گناهه؟ نه نه گناه نیست ولی عشق من و تو بیشتر شبیه افسانه هاست. آخه چرا باید به افسانه شبیه باشه؟ درست ولی یک گره‌ای تو عشق ما هست که تو ازش بیخبری. همه تو چیه؟ شاید دختر دیگه رو دوست داری ها؟ نه نه من تو این دنیا جز تو عشق دیگه ای ندارم. یه دفعه عاشق شدم اونم به تو. پس چرا امروز فردا میکنی؟ به امروز فردا هیچ مربوط نیست. خب پس چی؟ چرا اونی که تو دلته به من نمیگی؟ من چیزی تو دلم ندارم، هرچی هست مثل روز روشنه. احمد تو یه مرد کاملی هستی، قلبت هم مثل آفتاب روزای تو به سون گرم و صافی. پس چرا بعضی چیزا رو پشت پرده میذاری؟ تو دختر خوبی.
میگن عروس حاجی اطلس کرباس فروش یا دختر لامذهب غیر مسلمون، من اینو چطوری تحمل کنم؟ آخه چطوری تحمل کنم؟ یه اون با افتخار آبرو زندگی کردم، حالا بیام اتفاقات گذشتم و با آوردن یه دختر کافه چی عرق فروش که پدر مادر درست حسابی نداره، خودت هم نمیدونی چیه و چه گذشته کثافتی داره، پامال کنم؟ نه ممکن نیست. این چطور روش میشه این حرفو بزنه؟ نکنه عقل تو از دست دادی پسر، نکنه دیوونه شدی؟ حتما دیوونه ای، کاش قلمای پاد میشکست و به اون خراب شده نمیرفتی. خدایا این چه سرنوشتیه که من دارم. هر مادری تنها آرزوش اینه که پسرشو در لباس دومادی ببینه، ولی تو با رفتار خودت باعث شدی که از اسم عروسیم نفرت داشته باشم. آخه تو چت شده پسرم؟ خدایا نکنه پسرمو چیز خور کرده باشن. این همه دختر تو این شهر هست، یکی از یکی قشنگتر، مگه اونا چه عیبی دارن؟ مادر ناراحت نباش، این حرفای تو جیگر منو کباب میکنه. یه خورده فکر کن، اون دخترم مثل ما یه بشره، اونم مثل ما خدایی داره، همون خدایی که ما میپرستیم و به طرفش دست نیاز دراز میکنیم. تمام مردم دنیا در هر مذهب و هر لباس خدا را قبول دارن و دستوراتش رو اطاعت میکنن، منتها راه فرق میکنه، هدف یکیه، اونم ایمان به خدا. برادر اینقدر خودتو ناراحت نکن، بالاخره یه طوری میشه. پدر و مادرمون ناراحتیشون فقط به خاطر آبروی توه، تو این محل همه تو رو میشناسن و بهت احترام میذارن، هر کی هر کارو هر گرفتاری داشته باشه به تو رو میاره. یه خورده فکر کن. خدایا خدایا خودت هدایتش کن، بعد از یه عمر آبروداری از ترس زخم زبون مردم مجبورم خونه نشین بشم. خدا استغفر الله. پدر، پسرت برای اولین بار میخواد یه خواهشی ازت بکنه، اونم اینه که سایه پدری رو از سرش کم نکنی، نذاری مردم بگن احمد با دوستان پدر یتیم شده. هر وقت عقیدت رو عوض کردی بازم پسر خودمی. پس خداحافظ. ما نیستی احمد، بی احمد، هرگر
بار الله خدایا خداوند خودت از خواب غفلت بیدارش کن، خودت به راه راز هدایتش کن، عشق این دختر غیر مسلمونو از دلش بیرون بیار، نذار این دختر وارد زندگی ما بشه، نذار آبروی مردم دوست داشتن و اهل محل از بین بره. خدایا تو رو به آبروی پنجتن آبروی چندین ساله من پیر مرد رو حفظ کن. من که جز تو ملجا و پناهی ندارم. خدایا خودت از این کار منصرفش کن. معذرت میخوام، راجب میخونه چه تصمیمی گرفتی؟ مادرم منتظر جوابی. من با مشتهد وقت صحبت کردم، ایشون فرمودن که هیچ اشکالی در کار نیست خانم. پس ما میتونیم اونجا رو مسجد کنیم؟ بله میتونیم. خیلی متشکرم. میخواستم خواهش کنم دعای خیرتونو در حق ما مزایقه نشه. چشم خانم، مطمئن باشین. خداحافظ. به سلامت، موفق باشین. آقا ببینم، ببخشید این دختر کی بود؟ مثل اینکه به نظر من خیلی آشنا می اومد. کمتر کسی که اونو نشناسه. شیرین دختر اون میخونه داره است. بله، اینجا چی کار داشت؟ والا خودش و مادرش و زنی که تو اون میخونه کار میکرد چند روز به دین مقدس اسلام تشرف پیدا کردن. اینجا همون میخونه یه نیست که حالا مسجد شده. چرا همونجا چرا خبرشون رو کردی؟ انجام رسیده، پاک زندگی ما رو به هم ریخته. از وقتی که از زندون آزاد شده باعث ناراحتی ماست. دختری که دوست داشتم از دست من گره. تنها راه نجات نابودی احمده. باید همین امشب کلکشو بکنه. فهمیدی چی گفتم؟ آقا مصطفی
جانم. هیچ فکر عاقبت کاری کردی؟ آره. هیچ فکر کردی اگه سر کارمون به قانون بیفته چی میشه؟ آدم باردم بدرستا بچممونه در میارن. دالشم قصر در رفتیم. آره راست میگه، حق با جواد آقاست. کشتن احمد دردی رو دوا نمیکنه جانم. باه دست خوش بابا. هیچ فکرشو کردی؟ ممکنه بدتر تو اچل بیفتیم. آه مصطفا تو رو خدا یه خود فکر کن، این کار عاقبت بدی داره، ما که بعدی شما رو نمیخوایم که دیگه کسی نبود؟ میدونی سیا مصطفا چیه؟ ما همه جو باید بودیم، ناراحت نشیا، میخوام بگم تو این را مجبوریم تنات بذاریم، این کار دیوونه، یه محض قربونت برم. باها حق پدرت لعنت کنه، بگو الهی آمین، ما هم نیستیم، پدرمون هم نیست، حق با ابوالفضل، ما نیستیم. ما طالب جرم شمع‌دزدی تعقیب شدیم، ولی نمیخوام به جرم آدم کشی گردنمون بره بالای دار. نه ما کم چشمتونو بگیره، شما رفیق نیستیم، همه تون رفیقین، ترسوا، بزدلا، بیبوتا، حیفنون، دیگه ببین همه تو بری گمشین، برین خودم تنهایی دست به کار میشه و فردا صبح بیان جنازه احمد از زیر همین تاق وردین ببرین واسه ننهش، برین گمشین. چرا وایستادین؟ رفتیم خودمونو میکشم و داغ خوش بودنشو با شیرین جونش به درش میذارم. بله همین امشب کارشی اصاره میکنم، تو بری نفلا، بری گمشین دیگه. همین راهی که اومدیم برگردین، برین خونه. منظورت چی خواهر؟ چرا برگردم خونه؟ زیر تاقی چارسو نرو، مصطفی و رفقاش برای دام درست کردن. چی؟ مصطفی با شیرین عروسی کردی، ناراحته، میخواد تو رو از بین ببره. تو رو خدا زیر تاقی نرو، برگرد برو خونه. فهمیدم خواهر، ازت خیلی ممنونم. برو دیگه نسا. احمد آقا خواهش میکنم، تو رو خدا نرو، نرو، نرو. باید این محل رو از وجود این ناپاک پاک کنم. نه احمد آقا، تو رو خدا نرو، کشته میشی، اون تو رو میکشه، باور کن راست میگم، اون با کارد برهنه اونجا مخفی شده، نرو. دختری
خودشو کشت. چادر ناوردی تمام دنیا رو پوشونده. اینه که خودتون رو تعبیر پلیس بدید.